تاریخ سرگذشت شگفت‌انگیز ملت هاست، داستان فرازهای پیروزی و فرودهای شکست، روایتی ماندگار از رنج‌های آدمی و رقم زدن سرنوشت، کتابی با فصل‌های متفاوت، گاه پرنشاط و گاه اندوه‌بار، اما برای مردان راه همیشه امیدانگیز و درس‌آموز. کتاب تاریخ را ورق خواهیم زد و سیمای ملت‌ها را در شیرین‌ترین و تلخ‌ترین روزهای سرزمین‌هاشان به تماشا خواهیم نشست، در اشک‌ها و لبخندها. سیوم ژانویه سال 1948 بود. خورشید آرام آرام در حوض سرخ فام باختر فرو می رفت و هوا آهسته آهسته رو به سردی می نهاد. پیرمرد مثل هر روز با تنی رنجور و نحیف از اقامتگاهش در دهلی نو خارج شد. پس از 5 روز اعتصاب قضا برای اعتراض به خشونت‌های فرقه‌ای، دیگر توانی در وجودش باقی نمانده بود. 2 نفر بازوانش را روی شانه‌های خود گرفته بودند، اما او کماکان لبخند می‌زد. هنوز همان جامه سپیدی را که خود نخش را رشته بود بر تن داشت و همان عینک ساده گرد را بر چشمان زده بود. پیرمرد آمده بود تا در جمع دوستداران و هوادارانش حاضر شود. آنها روزانه در آن مکان مراسم دعا و نیایش جمعی داشتند. در ازدحام شور و شوق و هلهله، به ناگاه مردی از میان جمعیت جلو آمد، تپانچه‌اش را بیرون آورد و چند گلوله پی در پی شلیک کرد. سفیر گلوله ها پیام مرگ داشت. گاندی بر زمین افتاد. سکوت لحظاتی چند حکم فرما شد. لبخند بر لبها خشکید، زانوها سوز شد. کسی نمی توانست یا نمی خواست آنچرا که به چشم دیده باور کند، اما واقعیت داشت. پدر ملت، آن منادی صلح و عدم خشونت، خود قربانی خشونت شده بود. دقایقی نگذشت که مهاتما، این روح بزرگ هندوستان، در خانه‌اش جان سپرد. سیمایش همچنان می درخشید و آرامش در خطوط آشنای آن موج می زد. شب هنگام صدای جواهرلال نهرو از رادیوی ملی هندوستان شنیده شد. خواهران و برادران، روشنایی از زندگی ما رفته و همه جا تاریک شده. نمیدانم به شما چه بگویم و نمیدانم چگونه این را به شما بگویم. رهبر دوست داشتنی ما، باپو، کسی که همه او را پدر ملت می نامیدیم، دیگر نیست. و این چنین بود که شبه قاره در غم فرو رفت. اشک فراق از چشمان هندوستان فرو غلتید. اشک هندوستان. موهانداس کارامچاند گاندی در 2 اکتبر سال 1869 در روستایی در هند به دنیا آمد. 18 ساله بود که برای تحصیل در رشته حقوق به انگلستان رفت و پس از فارغ التحصیلی از کالج لندن به هند بازگشت. وی در سال 1893 برای وکالت به آفریقای جنوبی سفر کرد. این سفر مقدمه ورود گاندی به صحنه مبارزات اجتماعی و سیاسی بود. او در آفریقای جنوبی تحت تأثیر ستم و سرکوب ضد انسانی که دولت نژادپرستان کشور علیه هندیان روا می داشت قرار گرفت و
و به مبارزه برای احقاق حقوق هموطنان خود برخاست و در سمت رهبر و نماینده آنان قرار گرفت. به همت او ظرف چند سال موضوع کارگران هندی در آفریقای جنوبی مسئله‌ای بین المللی شد. گاندی در 1917 پس از 3 سال اقامت در آفریقای جنوبی برای همیشه به هند بازگشت. او که ناشناس از وطن رفته بود، اینک سرشناس بازگشت. گاندی در بازگشت به هند و اشتغال به شغل حقوقی از پوشش غربی دست برداشت. او لباسی بر تن کرد که مورد قبول فقیرترین افراد هند بود. لباسی که از پارچه تولیدی داخل موسوم به خادی دوخته میشد. گاندی و پیروانش پارچه لباسهایشان را از نخی که خود میرشتند تهیه میکردند و دیگران را نیز به این کار تشویق مینمودند. در این کارزار لباسهای تولید غرب به آتشهای بزرگی انداخته شد. این کار او ضربه‌ای به صنعت نساجی انگلستان در هند بود. گاندی بر این باور بود که چنانچه هندی ها لباسهای خود را خودشان با چرخ نخریسی بدوزند بهتر از این است که از پارچه فاستونی انگلستان باشد. در پی آن علامت چرخ نخریسی بر پرچم کنگره ملی هند نقش بست. وقتی گاندی در 1918 مسئولیت رهبری کنگره ملی هند را به عهده گرفت، به عنوان نماد ملی کشورش شناخته شد. مردم به او لقب مهاتما یا روح بزرگ دادند. هرچند که او از القاب افتخارآمیز دوری می کرد، ولی این لقب با نامش عجین شد و امروز نیز او را مهاتما گاندی می نامند. همچنین مردم هند با نام باپو به معنی پدر از وی یاد می کنند. گاندی در 1930 پس از اینکه حکومت استعمارگر برای نمک مالیات گذاشت، راهپیمایی بزرگی را سازماندهی کرد که به راهپیمایی نمک مشهور شد. راهپیمایان از 12 مارس تا 6 آوریل از احمدآباد تا ساحل داندی راه پیمودند و پس از طی 400 کیلومتر به ساحل دریا رسیدند. گاندی که پیشاپیش آنان بود، مشتی ماسه برداشت، آن را جوشاند و از آن نمک گرفت و با این عمل ساده به همه نشان داد که بی آنکه نیازی به پرداخت مالیات به حکومت باشد، می توان از طبیعت نمک استخراج کرد. این راهپیمایی که به منظور دعوت از هندی ها برای تحریم کالاهای انگلیسی برگزار شده بود، بازتابی جهانی یافت و در نهایت انگلیسی ها را وادار به مذاکره کرد. گاندی برای وحدت میان مسلمانان و هندوهای کشورش 1 ماه روزه گرفت. پاسخ او به این سوال که آیا یک هندو هستی این چنین است: آری، من یک هندو هستم، همچنین یک مسیحی، یک مسلمان، یک بودایی و یک یهودی. گاندی تمام این ادیان را همسو و یکسان می دانست. گاندی پس از حدود 33 سال رهبری مبارزه‌ای بی‌وقفه، در اوت 1947 کشور هند را به استقلال و مردمش را به آزادی رساند. گاندی را بزرگترین منادی صلح در قرن 20 خواندند. تعالیم گاندی الهام بخش رهبران حقوق مدنی مردم در گوشه و کنار دنیا بوده است. رهبرانی همچون مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندلا. مردم هند به احترام خدمات ارزشمندی که گاندی به هندوستان ارائه کرد، روز تولد او را که 2 اکتبر است گرامی می‌دارند. این روز در هندوستان تعطیل ملی است. مهاتما گاندی رهبر انقلاب استقلال هند و نجات این کشور از استعمار طولانی انگلستان، در 30 ژانویه 1948 به دست یک هندوی افراطی که با تجزیه این شبه قاره مخالف بود، به ضرب 3 گلوله از یک اسلحه کمری به قتل رسید. به این ترتیب مردی که به عنوان یک مصلح اجتماعی 10 سال مسالمت و عدم خشونت را تبلیغ کرده بود، خود در 77 سالگی قربانی خشونت گردید. گاندی با ادای واژه احترام به معنی خداوندا جان به جان آفرین تسلیم کرد. هندوستان در سوگ او گریست.
میلیون ها هندی با قطار، خودرو و دوچرخه شبانه به دهلی نو سرازیر شدند تا در آخرین لحظات با او وداع کنند. وقتی شعله ها جسد بی جان او را در بر می گرفت، جمعیت میلیونی فریاد برآورد که گاندی جاودان است. خاکستر گاندی با یک قطار درجه 3، قطاری که در زندگانی از آن بهره می جست، به اقیانوس برده شد تا با تلاطم امواج اقیانوس هند تا بیکران سفر کند.